سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به اونجا رسید که در شب عاشورا پس از اون خارج شدن امام علیه السلام از خیمه ها که اینکه مسافت دوری رو پیمودن برای اینکه دور خیمه ها رو چک کنن مبادا دشمن کمین کرده باشه، و هلال ابن نافع که امام علیه السلام رو دیدن دارن دور میشن از خیمه ها، نگران شدن، شمشیر رو برداشتن و خودش رو به امام علیه السلام رسوندن و جویا شدن از این که چرا امام علیه السلام در این نیمه شب از خیمه ها خارج شدن. امام علیه السلام فرمودن که آمدم ببینم مبادا دشمن کمین کرده باشه و بعد هنگام جنگ از این چاله ها یا این تله ها به سمت خیمه ها حمله کنه. و بعد هم گفتیم که امام علیه السلام آمدن داخل خیمه خواهر شدن، اونجا حضرت زینب سلام الله علیها به برادر فرمودن آیا اصحابت رو امتحان کردی؟ میترسم هنگام گرفتاری و شدت تو رو رها کنن. امام علیه السلام فرمودن آری اونها رو آزمودن، اونها همچنانی که طفل به سینه مادر علاقه داره، اونها علاقه به مرگ هستن و آماده جانفشانی. هلال که بیرون خیمه ها استاده بود و سخنان و گفتگوی امام علیه السلام رو با خواهر شنید، آمد حبیب ابن مظاهر رو با خبر کرد که حبیب، فکر میکنم زنهای اهل حرم هم مانند خواهر اون امام اونها مضطرب باشند و اونها ترس این رو دارن که مبادا ما امام علیه السلام رو در شدت جنگ تنها بگذاریم. حبیب گفتن که به خدا قسم اگر منتظر اجازه امام نبودم همین امشب به سپاه دشمن حمله می کردم. و بعد هم اصحاب رو صدا کردن و اونها رو جمع کردن. بنی هاشم هم آمدن، اونها رو حبیب به اونها خطاب کردن که شما به خیمه هاتون برید، خداوند چشمان شما رو نگریانه. بعد هم اصحاب رو جمع کرد و جریان رو به اونها خبر داد که خواهر امام علیه السلام مضطربند و زنهای اهل حرم مضطربند که مبادا ما در شدت جنگ عزیز زهرا سلام الله علیها رو تنها بگذاریم. یا حسین آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین روحی فداک، یا حسین روحی فداک. اصحاب هم همه متفقاً چنین گفتند، سوگند به خدا که ما را به این مقام شریف توفیق داد. اصحابی که امام علیه السلام فرمودن بهترین اصحاب هم، اونها بهترین معرفت را هم داشتن که چنین میگوین سوگند به خدا که ما را به این مقام شریف توفیق داد، این مقام عظیم، این مقام شریف.
اگر انتظار فرمان حضرتش نبود همکنون با شمشیرهای خودمون به اونها حمله می کردیم. اگر منتظر اذن و اجازه امام علیه السلام نبودیم همین امشب به سپاه دشمن حمله ور می شدیم. خاطرت آسوده و چشمت روشن با به حبیب اطمینان دادن که ما تا پای جان استادیم. حبیب گفت با من بیایید و او جلو بود و اصحاب هم به دنباله. اومدن تا به خیمه های اهل بیت رسیدن. حبیب ابن مظاهر با صدای بلند فریاد زد: ای بانوان حریم عصمت، اینان یاران شمایند که عهد کردن شمشیرها را در غلاف نگذارند تا بر گردن دشمنان شما فرود آورند و این نیزه های غلامان شماست که آنان سوگند خوردند آنها را به کار نبرند مگر بر سینه کسانی که اراده هتک حرمت این خیمه ها رو داشته باشند. اومد حبیب با صدای بلند به زنهای اهل حرم و اهل بیت اطمینان داد که اینان تا پای جان ایستادن و به هیچ وجه حاضر نیستن که امام و حجت خدا رو تنها بگذارن و رها کنن. داره که زنها از خیمه ها بیرون اومدن و فریاد به گریه و ناله بلند کردن و چنین می فرمودن با عنوان اهل حرم، خطاب به اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه: ای پاک سرشتان، از دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ناموس امیر المؤمنین سلام الله علیه حمایت کنید. نوشتن در اون بیابان در اون شب و بعد از این واقعه چنان صدای زجه و زاری بلند شد در اون بیابان کربلا و همه گریستن که گویا زمین کربلا به لرزه در آمده است. ادامه وقایع عاشورا در شبهای آتی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.